در مورد داستان فیلم باید بگم که اول من یه خبر خونده بودم توی یه روزنامه که به یه ماجرایی اشاره میکرد شبیه اتفاقی که توی فیلم افتاده رستورانی در شمال ایران به خاطر اینکه گوشت غیر معمول به آدم میداد تعطیل شده بود و بعد یه شایعاتی بود در مورد اینکه از چند نفر آدم اونجا مردن و پلیس فکر میکرد شاید گوشت اونام در بین این گوشته که رستوران به مردم میداده بوده به خاطر همین اون رستوران رو تعطیل کردن بعد من این خبر رو سالهای قبل شنیده بودم فکر کردم که میتونه این مبنای خوبی باشه برای اینکه یک یه فیلم اسلشر رو توی ایران باش با کار کرد به خاطر اینکه من سینمای اسلشر رو خیلی دوست دارم و فیلم های اسلشر رو خیلی دوست دارم از طرف دیگه بعد از یه مدت علاقمند شدم که فیلمی درباره یک قتل هایی توی ایران بسازم که توی یک دوره خاصی قتل هایی توی ایران اتفاق افتاده بود که شیوه انجام دادن اون قتل ها شبیه فیلم های اسلشر بود البته اون قتل یه بیس سیاسی داشت و در مورد سیاست توی حوزه سیاست اتفاق افتاده بود من این داستان ها رو با هم دیگه میکس کردم و از دل اونا یه فیلم اسلشر ساختم که البته خیلی هم فیلم اسلشر نیست یه چیزی شبیه به یه فیلم اسلشر از اون قوانین استفاده میکنه ولی داره سعی میکنه که یه موضوعی رو درباره اختلاف دو تا نسل توی ایران بگه فیلمی مثل ماهی و گربه نمایش دادنش توی ایران خیلی کار سختی بود به خاطر اینکه سینما ایران با فیلم های خیلی آشنا نیست و خیلی فیلم های دوست نداره به جز فیلم های و بعضی از فیلم هایی که یه مقداری نزدیک هستن به نگاه های دولتی خیلی فیلم ها راحت نمیتونن توی سینما ایران اکرام بشن به خصوص فیلم های مستقل مثل فیلمی مثل ماهی و گربه از طرف دیگه فیلم هایی که هنرپیشه معروف ندارن از سوپر استفاده نمی کنن، رو سینما دارها خیلی راحت نمیگیرن و نمایش نمیدن و مشکلی دیگه که وجود داره اینه که جایی که به شما اجازه میده برای نمایش فیلم ها خیلی با فیلم هایی که جدیدن و نو هستن خیلی همراه نیست به خاطر اینکه فکر میکنه شاید در, در اون فیلم ها یه معانی وجود داشته باشه که اونا اونو نفهمن و پیدا نکنن به خاطر همه این مسائل نمایش دادن فیلم مثل ماهی و گربه توی ایران خیلی کار سختی بود ما یه برنامه گذاشتیم برای اینکه بتونیم فیلم رو توی ایران نمایش بدیم اون برنامه هم این بود که اول فیلم رو در فستیوال های در خارج از کشور نمایش بدیم و بعد از این که اونجا نمایش دادیم فیلم رو بتونیم از این اخباری که از اون فستیوال ها داریم استفاده بکنیم برای اینکه توی ایران بتونیم فیلم رو به نمایش بذاریم ما اولین بار فیلم رو توی فستیوال ونیز همونطور که اشاره کردین نمایش دادیم و بعد از اون تو چند تا فستیوال دیگه بودیم و اونجا جایزه گرفتیم و بعد اومدیم توی ایران و فکر کردیم اینجا فیلم رو نمایش بدیم توی ایران یه گروه تازه تأسیسی برای نمایش فیلم های هنری هست به اسم گروه هنر و تجربه اونجا چند تا سینمای محدود در اختیار داره و ما تونستیم با اونایی قرارداد ببندیم برای نمایش دادن فیلم در ایران و فیلم رو تو ایران نمایش دادیم بعد از یک حدود یک سال بعد از اینکه فیلم رو ساخته بودیم تونستیم فیلم رو تو ایران نمایش بدیم اما این کار خیلی خیلی سخت بود به خاطر اینکه که شما دارید یه کار تازه می کنید و سینما ایران خیلی راحت نیست با کارهای تازه خیلی با کارهای تازه درست کار نمیکنه ضمن اینکه در دولت قبلی اون کس تو سینما بودن یعنی توی مثلا اداره ارشاد بودن یا جاهای شبیه به اون بودن خیلی با فیلمی مثل فیلم ماهی و گربه راحت نبودن به خاطر اینکه به نظرشون فیلم بار سیاسی داشت و نمیخواستن فیلم رو نمایش بدن ولی من خوششانس بودم که اونا عوض شدن و توی دولت بعدی آدمای برای فیلم من آدمای بهتری بودن و اونا فیلم رو نمایش دادن توی ایران فیلم ماهی و گربه تبدیل شد به یه کالت مووی توی ایران که نسل جوان خیلی اونو دوست دارن فکر میکنم که یکی از دلایلش اینه که توی فیلم ما دو تا نسل دو تا گروه مختلف میبینیم یه جوونایی که رفتن برای فستیوال بادبادک بازی و اونجا به یه آدمایی برمیخونن که از یه نسل قدیمی‌تری هستن اون آدمای نسل قدیمی تر فکر میکنن که مالک اون زمین ها و صاحب اون زمین ها اونان و خیلی دوست ندارن انگار این نسل جوون رو و میخوان اینا رو یه جوری حذف کنن اینا رو فید کنن فیلم درباره, درباره تفاوت این دوتا نسل، درباره اینی که چطور یکی از اون نسل ها دوست نداره که قوانین دوست نداره روابط و دوست نداره حضور نسل جوان رو و میخواد اینو هر جوری شده از اون زمین ها دور کنه و محو کنه این معنی برای جوانایی که اومدن توی سینما فیلم رو دیدن خیلی معنی بود که اونا میفهمیدنش لمس میکردن از نزدیک براشون قابل حس بود به خاطر همین فکر میکنم که فیلم رو خیلی دوست داشتن ما درسته که فیلم رو خیلی سخت توی ایران تونستیم اکران بکنیم اما از وقتی اکران کردیم 17 ماه ما تونستیم برای فیلم بلیت بفروشیم توی سینما توی همون چند تا سالن محدود و فیلم ماهی و گربه از نظر طول مدت اکران توی ایران طولانی ترین فیلم می شد که ما تونستیم اون روی پرده سینما نگه داریم تعداد سالونامون خیلی کم بود ولی 17 ما تونستیم براش بلیت بفروشیم و مخاطب جوان خیلی زیاد اومد و فیلم رو دید و فیلم رو خیلی دوست دارن بازیگرای فیلم ماهی و گربه تونستن توی فیلم های دیگه در سینمای ایران همشون الان کار بکنن و تبدیل به های تازه شدن برای سینمای ایران و از طرف دیگه موسیقی که در پایان فیلم شما میشنوین مثلا توی آلبوم موسیقی الان هست و اونو ها میخونن و اون آهنگ رو حفظن و برای اونا خیلی فیلم قابل توجهی شد خیلی ممنونم و البته باید به سوال قبلی اینم اضافه کنم که شاید اینکه فیلم تازه بود و شبیه فیلم های دیگه سینما ایرانم نبود باز برای نسل جوون خیلی جذاب بود اونا داشتن یه چیزی رو میدیدن که شبیه فیلم های دیگه سینما ایران نبود خیلی فضاهای رالیستی که شبیه به فیلمهای بقیه فیلم های سینما ایران بود, بود رو توش پیدا نمیکردن و این نو بودن و تازه بودن که اتفاقا باعث شد ما فیلم رو سخت اکران بکنیم اما همین نو بودن باعث شد که بتونیم نسل جوان رو به سینما بیاریم و با اونا رو مخاطب اصلی فیلم بکنیم اه علاقه ای که من به نقاشی دارم و یا علاقه ای که به ریاضیات دارم فکر می کنم توی فیلم مثل ماهی و گربه خیلی هر دو اینا دیده میشه همونطور که شما اشاره کردین توی فیلم ماهی و گربه خیلی واضح و مشخص از کاره نقاشی موریس شر من الهام گرفتم برای ساختن فیلم و اشر توی کاری که انجام میداد سعی میکرد که تغییر پرسپکتیو و وجود بیاره در معماری من فکر کردم آیا میتونیم چنین کاری رو توی سینما انجام بدیم با تغییر پرسپکتیو در زمان و اینطوری شد که با الهام گرفتن از نقاشی اشر فکر کردم یه طرح و با کمک از ریاضیات فکر کردم یه طرح برای یه فیلمنامه بنویسم که اون طرح توی یه بلانک تک توی یک نمای بلند اتفاق بیفته و پرسپکتیو زمان رو دائم توش به هم بزنم اشر هم برای آرتیست که گرافیک کار میکنن هم برای آرتیست هایی که نقاشی کار میکنن خیلی آدم مهمیه و از طرف دیگه میدونیم که خیلی ترهاش با استقبال روبره شد توسط آدم هایی که حتی هنر پاپ کار میکردن با وجود اینکه خیلی پیچیده است اما بعضی وقتها حتی ترهایش روی تیشرت ها چاپ میشه روی سیدی های موزیک چاپ میشه و این نشون میده که مردم پا... مردمی که به هنر پاپ علاقه دارن هم کارایش رو دنبال میکنن فکر میکنم یه خصوصیاتی شبیه به این باعث میشه فیلمی مثل ماهی گربه تبدیل به یه پازل شه یه معمای زمانی در هم ریخته که ذهن تماشاشی دوست داره اون معما رو حل کنه و دوست داره این خط در هم ریخته زمان رو تبدیل به یه چیز قابل فهم برای ذهنش بکنه و این بازی ویژگیه که فکر میکنم برای مخاطب فیلم میتونه اتفاق جالبی باشه وقتی که ما داریم از فیلم هایی که توی یک پلان واحد گرفته شدن حرف میزنیم غالبا داریم رجوع به فیلم حرف میزنیم که از ای می این تکنیک های استفاده میکنن برای اینکه پلان های مختلفی رو که گرفتن با همدیگه کاور کنن و اونو تبدیل به پلان بلند بکنن من برام خیلی مهم بود که توی فیلم ماهی و گربه دوربین هم همیشه در تعقیب کاراکترها باشه و کاراکترها مقابل دوربین باشن به خاطر اینکه میخواستم تماشاچی بفهمه ما حتما داریم توی یک پلان پیوسته این فیلم رو فیلم برداری میکنیم خب این کار رو خیلی سخت میکرد برای تیمی که داشتن این کار رو انجام میدادن ما بیشتر از یک ماه توی لوکیشن شبیه پرفرمنس تئاتر تمرین کردیم و دوربین رو اضافه کردیم به اه، 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 تیم فیلمبرداری و بعدش اینکه اون میزانسن پیچیده ای رو که داشتیم تمرین میکردیم با اون دوربین ضبط کردیم برام خیلی مهم بود که تماشاچی این سختی اجرای ما رو بفهمه نه به خاطر اینکه فکر کنه که واو چه کار سختی انجام دادن به خاطر اینکه فکر میکنم این برای معنای فیلم برای چیزی که از فیلم ما قراره بفهمیم خیلی نکته مهمیه چون که مغز ما به محض اینکه به یه داستان پازل گونه برمیخوره اون داستان شبیه یک لاین خطی از زمان میچینه به نظرم تنها راهی که میتونه این تصور خطی از زمان رو به هم بزنه این بود که بتونیم فیلم رو توی یه پلان فیلم برداری بکنیم که ذهن نتونه پلان های مختلف رو کنار هم دیگه بچینه بلکه با دنبال کردن این خط زمان اون اول و آخر فلش بک و فلش فوروارد رو با همدیگه ببینه همه و رو همزمان ببینه توی برای این تکنیک فکر کردم حتما باید یه کاراکتر همیشه مقابل دوربین باشه و دوربین همیشه اون کاراکتر رو دنبال بکنه یه کاراکتری رو دنبال بکنه و که تماشاچی بفهمه که ما دور... کاراکتر از جلوی قاب بیرون نرفته و دوربین جای دیگه پشت درخت نمیدونم به سمت آسمون یه کاری نکرده که ما از برش پنهان استفاده بکنیم توی فیلممون من اول که به آلفرد خیلی علاقه دارم به همه فیلماش رو دوست دارم و فیلم تناب که یه فیلم سینگل شاتی که آلفرد شوک ام. فیلم برداری کرد همیشه برام خیلی جالب بود به خاطر اینکه میدیدم یه چیزی بین تئاتر و سینما است یه چیزی بین یک فیلم جنایی که با یه دوربین در یک سن تئاتر انگار ضبط شده همیشه این برام جالب بود اما هیچ وقت فکر نمیکردم که یه فیلم سینگل تیک اینطوری من بخوام بسازم اما بعدها که فیلم سخرف راشین آرک رو دیدم خیلی برام جالب بود که توی موزه آرمیتاج یه فیلم با سه هزار بازیگر و با یک دوربینی که همه فیلم توی یه پلان فیلم بردانی میشه همیشه تو ذهنم بود که سخوروف خیلی جالبه خیلی کار بزرگی انجام داده و بعد وقتی یه فیلمی مثل تایم کود از مک فیگیس رو دیدم اونم یه فیلم اسپلیت سکرین که هر کدوم از نماها توی یک شات گرفته شده بود باز به نظرم خیلی تجربه جالبی بود که خیلی جسور بود و فکر کردم که دوست دارم یه فیلم های اینطوری بسازم بعدها راجع به اشر فکر کردم راجع به سینمای دیجیتال فکر کردم و راجع به این فکر کردم که فیلم های لانگ تک چه تفاوتی دارن با فیلم هایی که برش میخورن موقعی که فیلم ماهی و گربه رو ساختم به خاطر کاری که با زمان توش انجام داده بودم این تغییر دادن زاویه دید و به هم ریختن پرسپکتیو زمان فیلمم تو های مختلفی نمایش داده شد و خوشبختانه تونستم فیدبک های زیادی بگیرم راجبش و این شانس رو داشتم که توی فیلم آخرم این ویژن که توی تهران داشتم کار میکردم آقای سخروف تهران اومده بودن و آره و اومدن توی و اومدن پشت صحنه فیلم من و در واقع فیلم رو دیدن من سعی کردم براشون اجرا بکنم میزان سنه که میخواستیم و خیلی اون روز هیجان زده بودم خودم از اینکه ایشون پشت صحنه فیلم من و فکر میکنم بدترین اجرایی که تا, خال تا, اون... تا اون مدت داشتیم همون روزی بود که آقای سخروف اومدن اومدن و خیلی کمک به من کردن در مورد بعضی میزان میزانسان گفتن به این باید چیکار بکنم و چی کار نکنم خیلی برام تجربه جالبی بود بعضی وقتا برای تماشاگرایی که فیلم رو میبینن این سوال به وجود میاد میگن که نکنه در فیلم کات وجود داره ولی یه جوری با ویژوال افکت اینا پنهان شدن و ما نتونستیم این کاتا رو ببینیم من به خاطر تأکیدی که داشتم بر ایده مثلا مثل فیلم بردمن بردمن ایناریتو اون فیلمیه که توی لانک های طولانی گرفته شده ولی کات میخوره و اینا کنار هم طوری قرار داده شده که نمیبینه تماشاگر این کاتا رو ولی من تمام سعیم این بود که توی این فیلم همیشه یه بازیگر جلوی دوربینم نگه دارم که حضور این بازیگر به تماشا اطمینان رو بده که نمیش... کات, ن... کات نمیزنیم ما و همه فیلم رو واقعا داریم در یک تک فیلم برداری میکنیم اگر یه بازیگر مقابل دوربین باشه شما نمیتونید اون رو روی خودش کات بزنید و پلانتون رو فیکس نگه دارید همیشه بازی... در مواقعی که بازیگر از جلوی دوربین میره کنار یا دوربین شما به سمت دیگه می این امکان وجود داره ولی وقتی که بازیگر و دوربین دارن فالو میکنن همدیگه رو این که شما بتونید کات بزنید و پنهان کنید برشتونو غیر ممکن میشه من سعی, سعی کردم از چنین تکنیکی استفاده بکنم یا وقتی که دوربین من از پشت درخت عبور میکنه نمیخواستم دوربین و درخت به هم نزدیک باشن که این تصور برای تماشاشی به وجود بیاد که کاور دارم میکنم میخواستم دوربین دور باشه از درخت که وقتی حرکت میکنیم تماشاشی بفهمه این کاور نکردیم و دوربین رو به این, خاطر تمام سعیم این بود که با چنین کارهایی به تماشاشیم نشون بدم که فیلم داره توی یه تیک واقعی گرفته میشه ما یه کرین رو توی جنگل بردیم به سختی چون که جنگل از ای که ماشین بود خیلی فاصله داشت ما به سختی در دل جنگل این کرین رو بردیم و جایی که میخواستیم اندینگ فیلممون رو فیلمبرداری بکنیم کرین رو پنهان کردیم پشت درختها وقتی که دوربین ما میرسید به پایان فیلم و میچرخه به سمت دوتا کاراکتری که نشستن از پشت کرین رو آوردیم اون رو روی زمین میذاشتیم همش رو خیلی سری نصب میکردیم و وقتی دوربین میچرخید به سمت گروه موزیک کرین پایین می اومد فیلم بردار روی اون می نشست کمربندش رو میبست و آروم آروم کرین رو بالا می بردیم چون تماشاش این کرین رو اول ندیده اونجا خیلی براش عجیب میشه که دوربین می بالا میره و از بالای اون درخت و باد بادک رو می بینه آقای کلاری من فکر نمی کردم که فیلمبرداری این فیلم رو قبول کنن اول وقتی که بهشون تلفن زدم و باشون صحبت کردم در فرانسه بودن و فیلم گذشته از اسخر فرهادی رو فیلم برداری میکردن اون موقع به من گفتن که فیلم رو بفرست که من بخونم ببینم چطوره من فیلم نامه رو برشون فرستادم فرانسه و آقای کلاری بلا فاصله با دو سه روز فاصل... بعد به من زنگ زدن و گفتن که میان و من خیلی خوشحال شدم که فیلم بزرگی مثل آقای کلاری رو میتونم سر کار داشته باشم uh, توی لوکیشن uh, وقتی که رفتیم آقای کلاری تا مدتی دائم فقط به میزان نگاه میکردن مسیرها رو نگاه میکردن که دوربین باید کجا بره از کجا برگرده و بعد یه پیشنهاد خیلی جالب دادن گفتن که با پسرشون هر دو با هم فیلم رو فیلم برداری کنن گفت که هر 20 دقیقه یک بار وقتی به یه جایی میرسیم که میزان حرکت کمتری دارن دوربین رو من میدم به پسرم اون میگیره و ادامه میده و من میرم جلوتر باهم میسم توی راه و وقتی اون بعد از 20 دقیقه دوباره من دوباره دوربین رو از اون میگیرم و به خاطر همین فیلم رو تبدیل کردن به شش یا هفت قسمت که توی اون دوربین رو پاس میدادن به همدیگه و هر کی ادامه میداد اون یکی مسیر رو به خیلی ایده خوبی بود و شاید اگر این ایده وجود نداشت واقعا برای اینکه فیلمبردار بتونه از اول تا آخر یک فیلم رو خودش فقط فیلمبرداری بکنه امکان پذیر نبود این ایده آقای کلاری کمک کرد که بتونیم این فیلم رو اصلا بگیریم من به فیلم سینمای ژانر خیلی دوست دارم یعنی خیلی دوست دارم فیلم ژانر ببینم و خیلی دوست دارم که فرمولایی که توی فیلم‌های ژانر وجود داره رو بشه تغییر داد و اون‌ها رو تبدیل به فرمول‌های جدید کرد. یکی از این ژانرهایی که خیلی دوست دارم ژانر فیلم‌های ترسناک و از ساب ژانرهای اینا فیلم‌های اسلشر رو خیلی دوست دارم توی ساب ژانر فیلم‌های ترسناک. البته همه جور فیلم ترسناکی خیلی دوست دارم. فیلم‌های زامبی، دراکولایی و ومپایر همه اینا رو خیلی علاقه دارم ولی به فیلم‌های اسلشر علاقه خیلی خاصی دارم. توی کارگردان‌های جدید فیلم های اسلشر کارگردانی مثل آه، آه، توی کارگردان های جدید مثلا الکساندر رو دوست دارم کارگردان فیلمی, آه، آه، فیلمی که به اسم های تنشن تنش بالا و یا مثلا توی کارگردانه قدیمی تر کارگردانی مثل جان کارپنتر اینا همه کارگردانی مورد علاقه بودن توی مدل ساخت اف اف توی شکل فیلم های سلاشر. راب زامبی یه کارگر اسم کارگردانه که فیلم های خیلی جالبی داره یه فیلمی داره به اسم خانه هزار جسد من اون فیلم رو خیلی دوست دارم و خیلی کارگر... اینا کارگردان هستن که توی این ژانر خیلی فیلم کارگردانه مورد علاقه من بودن اما اینکه خیلی مشخص بگم از کدوما الهام گرفتم برای فیلمم توی فیلمم میتونیم نشانه ازشون ببینیم شاید فیلم های مثل پیچ اشتباه رانگ ترن یا مثلا مجموعه فیلم هایی که داستانشون توی جنگل اتفاق میفته مثل مثلا فیلم اول سام ریمی که توی ایران ما به اسم کلبه وحشت دیدیم فیلمو ولی اسم فیلم هست فکر میکنم مرگ شیطان فیلم های این کارگردان ها رو خیلی دوست داشتن و خیلی برام تأثیر گذار بودن از سینمای ژاپن این جی هارورا رو خیلی دوست دارم و اونا فیلم های معروفی هستن توی ایران مثلا فیلم مثل جون اگر اسمش رو درست بگم به ژاپنی خیلی فیلم محبوبیه توی ایران و همه قسمت هاش آدم دوست دارن یا رینگ که ریمیک یه فیلم در واقع سینمای ژاپن بوده باز اینا فیلم های از مدل مختلف فیلم های ترسنا توی ایران و همشون برای من الگو بودن برای ساختن این فیلم هم. دقیقا همین حرفی که میزنید یه پیشنهادی بود که ما دار داشتیم داریم برای ریمیک کردن فیلم ماهی و گربه این پیشنا... وقتی که طرفدارای فیلم ژانر فیلم ماهی و گربه رو میبینن همیشه شاید راجع به این حرف میزنن که یکم خونه بیشتر اگر توی فیلم بود فیلم بیشتر شبیه فیلم های جانر میشد و اه اه ما در حال صحبت کردن برای این هستیم که شاید فیلم ماهی گربه رو بتونیم ریمیک کنیم توی امریکا البته الان در حال نوشتن سناریو برای اه 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 کار دیگه هستم ولی همیشه این ایده که ما فیلم رو ریمیک کنیم برای اه کمپانی در امریکا هست و داریم روش کار میکنیم شاید با خون بیشتر ساختیم فیلم توی امریکا کریستوفر آه، یه آهنگساز خیلی متفاوتیه در ایران اون کار موسیقی تلفیقی انجام میده کارایی میکنه که موسیقی غربی و موسیقی شرقی رو با هم دیگه تلفیق میکنه و از دل اونا کارای تجربه گرا، موسیقی تجربه گرا میسازه و البته برای موسیقی فیلم هم کار میکنه در مثلا فیلم صفی ازانیان با مانی حقیقی یا فیلم ماهی گربه برای این فیلم ها موسیقی مت ساخته و به نظر من یکی از اتفاقای خیلی خوبی که توی فیلم ماهی و گربه وجود داره موسیقی کریستوفر رضاییه چون فیلم به هر حال یه فیلم لانگ تیک و طولانی زمانش موسیقی کریستوف خیلی کمک کرده به ریتم در فیلم و تونسته یه فضا سازی بکنه یه مود منحصر به فردی رو برای فیلم به وجود بیاره این خیلی جالب بود برای من کار با کریستوفر رضایی به خاطر اینکه همونطور که گفتین کریستوفر رضایی به موسیقی کلاسیک خیلی علاقه داره موسیقی باروک خیلی علاقه داره و موسیقی تلفیقی رو خیلی دوست داره ولی برای فیلم مایه گربک یه موسیقی ژانر ساخته و این خیلی به نظرم کار جالبی بود و باعث شده که صحنه فیلم حتی وقتی که هیچ اتفاقی توش نمیفته خیلی پر به نظر برسن برای فیلمسازی مستقل ایران خیلی سخت پیدا کردن پول برای تولید فیلم به خاطر اینکه توی ایران فاند فاندایی که پول میدن در اختیار فیلم ها بیشتر در انحصار جاهای دولتیه و اونا به فیلم نامه هایی که خیلی تجربه گرا باشه یا خیلی مستقل باشه فاند نمیدن از طرف دیگه تهیه کننده های خصوصی در سینما ایران بیشتر فیلم های کمدی یا فیلم های پاپیولار بیشتری رو دوست دارن برای اینکه توی بازار موفق باشه سینماگرای مستقل ایران این راه رو پیدا کردن که با باجت های خیلی کم فیلمشون رو بسازن و با کمک دوستایی که دارن اینطوری احتمالا میتونن هزینه فیلمشون رو کنترل کنن و بعد امیدوار باشن که اگر فیلمشون به فروش برسه یا اکران داشته باشه بتونن پول فیلم بعدی رو فراهم بکنن در مورد فیلم ماهی و گربه فیلم با باجت کوچیکی ساخته شده خیلی با پول کمی ساخته شد ولی خوشبختانه چون توی بازار فیلم موفقی شد و تونست پولش برگرده و سودآور بود این امکانو برای من به وجود آورد که بتونم فیلم بعدی بسازم اما بقیه فیلم مستقل سینما ایران کسانی مثل مجید برزگر مثل محمد شیروانی مثل همه فیلم مثل رضا دورمیشیان فیلم که خب به صورت مستقل دارن کار میکنن ناچارن که فکر کنن چطوری میتونن با پولای کم و کوچیک فیلماشون رو بسازن و بعد وقتی پول این فیلم بعد در اومد بتونن فیلم بعدی و بعدی رو با همون رو کار بکنن منم خیلی ممنونم از شما که این فرصت رو در اختیار من گذاشتین و از بچه های اینجا همه متشکرم صدا دوربین 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 فرامرس